با سلام درود به شما خوبان، به یک ویدیوی جالب و جذاب دیگر از روز تیوی خوش آمدید. زندگی با همه فراز و نشیب هایی که دارد برای بعضی ها خیلی راحت، اما برای تعداد خیلی سخت و مشکل است. آیا بدون غذا، بدون پول و بدون دوست و رفیق میتوان زندگی کرد؟ شاید باور نکنید، آدم های در این کره خاکی پیدا میشوند که زندگی عجیب و غریبی دارند. یا از روی مجبوری اند، یا از زندگی عادی خسته شده و شیوه های غیر معمول را انتخاب می کنند. اما افراد پیدا می شوند که با داشتن بیماری های نادر و کمیاب، زندگی عادی را برای آنها غیر ممکن می سازد. از زنی که داخل آب زندگی می کند گرفته تا مردی که غذا خوردن را ترک کرده است. در اینجا می خواهم افراد را برای تان نشان دهم که زندگی عجیب و غریبی دارند. ولی قبل از آن، کانال روز تیوی را سابسکرایب نموده و برای حمایت از ما این ویدیو را با دوستان خود شریک نمایید. زنی که 20 سال می شود در داخل آب زندگی می کند. فکر کنید دچار بیماری هستید که دائم باعث درد و رنجتان می شود. پیدرو نگاش، زن هندی چنین زندگی باور نکردنی را دارد. در سال 1998، این زن 65 ساله با بیماری عجیب و مرموز تشخیص داده شد. زخم‌های التهابی روی بدنش به شدت او را آزار می‌دهد. مدت 20 سال می‌شود که در دریاچه نزدیک خانه خود رفته 12 الی 14 ساعت را در داخل آب می‌نشیند تا از دردهای شدید که روی بدن خود دارد کمی کاسته شود. چقدر سخت است بیماری که دکتران از علاج آن عاجز باشند. او صبح وقت زمانی که از خواب بلند می شود نزدیک خانه خود در دریاچه می رود. داخل آب شده و تا غروب آفتاب آنجا می نشیند. آب تنها راهی است که می تواند درد او را برطرف کند. کثیف‌ترین مرد جهان. چند روز شما می توانید بدون حمام کردن تحمل کنید؟ و چی احساس خواهید داشت اگر بوی عرق بدهید؟ دستها، پاها و بدنتان کثیف و چرکین باشد. امو حاجی ایرانی کثیف‌ترین مرد جهان شناخته شده است. او که 80 سال سن دارد از آب و صابون می ترسد و به این باور است اگر حمام کند و تمیز شود مریض خواهد شد. امو حاجی از هیچ نوع غذا و آب بهداشتی استفاده نمی کند. لذیذترین غذا برایش لاشه حیوانات است. کسی نمی داند چرا او این نوع زندگی را برای خود انتخاب کرده و چرا از زندگی در میان مردم گریزان است. زمانی از او پرسیدن چند وقت می شود حمام نرفته است می گوید شاید سال 1954 بوده باشد. مردی که داخل باکس زندگی می کند. چی احساسی دارید؟ وقتی 24 ساعت در داخل همین باکس باشید. پل الکساندر تمام زندگی خود را داخل همین دستگاه بوده و قربانی یک بیماری همگیر شده که زندگیش را به این دستگاه فلزی محدود کرده است. او که ریه هایش از بین رفته از ریه های مصنوعی آهنی برای نفس کشیدن استفاده می کند. پول که به اثر بیماری پولیو فلج شده و ریه های خود را از دست داده، از 74 نفر که از این دستگاه استفاده می کردن، پول تنها کسی در جهان است که تا حال زنده بوده و از این ریه های آهنی استفاده می کند. مردی که 22 سال می شود داخل این فاضلاب زندگی می کند. در نگاه اول شاید فکر کنید این مرد به خاطر تمیزکاری داخل این مجرای فاضلاب رفته است. اما نه. او با تمام فامیل خود آنجا زندگی می کند. این مرد که میگل نام دارد و مواد مخدر را ترک کرده در این مجرای فاضلاب متروکه در کولومبیا با خانم و یک سگ خود مدت 22 سال است که زندگی می کند. میگل در این اتاق کوچک خود اجاق گاز، فیر، تخت خواب و حتی تلویزیون برای سرگرمی خود نیز دارد. مردی که 47 سال می شود دست اش بلند است. اشخاص با شیوه های زندگی غیر معمول آدم را شوکه می کند. آیا می توانید زندگی خود را با یک دست بلند روی سر خود سپری کنید؟ شاید برای چند لحظه هم نتوانید این کار را انجام دهید. مهان امار از دهلی نو یک جوگی روحانی در سال 1973 تصمیم میگیرد که یک دست خود را به اطاعت از خدای هند یعنی شیوا بلند نگه دارد که تا حال پایین نکرده است.
او سال 1970 فامیل و دوستان خود را به خاطر اعتقادات مذهبی رها کرده و تصمیم میگیرد که یک دست خود را در تمام زندگی به خاطر توبه و طلب بخشش و نمادی از فداکاری بالای سر خود بلند نگه دارد. 47 سال می شود که مهان تا حال دست خود را پایین نگذاشته است. مرد هندی که 70 سال می شود چیزی نخورده. آیا این مرد می تواند در شرایط خیلی سخت و شدید کلید زنده ماندن را داشته باشد؟ می توانید در طول زندگی خود هیچ چیزی نخورید؟ اگر فکر می کنید چنین چیز امکان ندارد، پس این مرد جوگی هندی را ببینید. او که پرهاد جانی نام دارد 70 سال می شود چیزی نخورده است. آیا انسان می تواند از باد هوا زنده بماند؟ دانشمندان بعد از تحقیقات مات و محبوط شده اند که واقعا او چیزی نخورده است و همچنین برای مدت که او را شب و روز زیر نظر داشتن، جانی نه غذا می خورد و نه پیش آب و نه مدفوع می کند. واقعا رمز و راز بزرگ است که دانشمندان هیچ توضیح در مورد آن ندارد. مردی که تنها در یک جزیره زندگی می کند، آیا قبول می کند وقت برایتان بگوید که هیچ مردی به جز شما در این جزیره زندگی نمی کند؟ فقط شمایید و طبیعت، هیچ انسان دوروبرتان نیست. خیلی سخت به نظر می رسد. انسان های در این دنیا پیدا می شود که دوست دارد فقط تنها و تنها زندگی کند. مثل ماریو مرندی که در جزیره بنام بادولی بین ساردینیا و کورسیکا زندگی می کند. در سال 1989 زمانی که قایق او از کار می افتد او به این جزیره می ماند. افسرده و ناراحت اما با آن هم این زندگی را دوست دارد. او بالاخره این را قبول می کند که در این جزیره تنها مانده و دیگر راهی نیست و حالا از این جزیره مدت 30 سال است که محافظت می کند. دختری که در بین کاسه آب زندگی می کند. راما هارونا دختر 19 ساله تقریبا تمام زندگی خود را با این درد غیر قابل تحمل سپری می کند. اما هیچ چیز نمی تواند اینقدر سخت و طاقت فرسا باشد که برای رامای نایجیریایی است. راما که بدن او از رشد مانده در بین یک کاسه آب زندگی می کند. او صحتمند به دنیا آمده بود. زمانی که 6 ماه می شود بدنش از رشد می ماند. حالا به خاطر حفظ تعادل بدنش او را داخل کاسه گذاشته تا راسته بماند. راما که هر روز زندگیش بدتر شده می رود، دکتران را مات و محبود کرده و هنوز مشکل او را پیدا نکرده است و هیچ داروی هم نتوانسته به او کمک کند. مردی که در قطب شمال تنهایی زندگی می کند. تنهایی زندگی کردن در یک جزیره به اندازه کافی تنها به نظر نمی رسد. اما اگر شما را مجبور به زندگی در تنهایی و تنهاترین مکان روی زمین کند چی می شود؟ قطب شمال که تنها با یخ احاطه شده، طبیعتی که تنها فقط یک رنگ دارد، آن هم یخ، شما را خسته خواهد کرد. اما برای راویسلاوا همه چیز فرق می کند. او برای اداره هواشناسی روسیه کار می کند. از فامیل خود دور بوده و تنهایی زندگی می کند. همچنان برای مستندسازی هایی بوده که می خواهند نحوه زندگی او را در قطب شمال که تنها است ثبت کند. مردی که بدون پول زندگی می کند. شما آدم های را دیدید که زندگی اجتماعی خوردن و نوشیدن را ترک کرده است. اما درباره مردی که پول را نمی خواهد چی می گوید؟ پول که بدون آن نمی شود زندگی کرد. دنیل سیلو 20 سال می شود که با پول خداحافظی کرده است. در سال 2000 دنیل تمام پولهایی که داشت مصرف می کند و در یک غرفه تلفن زندگی می کند. از آن زمان او یک سین هم ندارد و می گوید آزادی و امنیت دیگری پیدا کرده و هرگز فکر نمی کرد که بدون پول بتوان زندگی کرد. تکس نمی دهد، رفاه اجتماعی را قبول ندارد و یک زندگی کاملا جنگلی را انتخاب کرده است و از این زندگی خود خیلی خوشحال هم می باشد.